به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و مخاطبان عزیز این برنامه. این گفتگو در شمار سلسله نشست‌های تخصصی فلسفه دانشگاه مفید، در این نشست در خدمت دکتر ابوالقاسم فنایی مدیر گروه فلسفه اخلاق دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید هستیم. دکتر فنایی مؤلف دو کتاب دین در ترازوی اخلاق و اخلاق دینشناسی هستند. کتاب نخست به نسبت اخلاق دینی با اخلاق غیر دینی میپردازه و دکتر فنایی در این کتاب با روشن ساختن انواع ارتباط‌های دین با اخلاق کوشش می‌کنند تا با درانداختن طرحی نو در نظام اخلاق دینی نشون بدن که امکان شکلگیری اصول اخلاقی که بین دینداران و غیر دینداران مورد اتفاق باشه و همگان این اصول رو بپذیرن وجود داره. کتاب دین در ترازوی اخلاق از جمله کتاب‌های خلاقانه و نواندیشانه در حوزه تفکر دینی و در حوزه تفکر اخلاقی در کشور ما محسوب میشه. علاوه بر این کتاب، کتاب دیگر ایشون یعنی اخلاق دینشناسی متضمن نگاهی نو در چگونگی استنباط و به دست آوردن احکام اخلاقی و فقهیه. در کتاب اخلاق دینشناسی دکتر فنایی با برشمردن مقدمات و اصول اخلاقی که برای استنباط حکم خداوند لازمه نشون میدن که در نسبت دادن حکم به خداوند باید دیدگاه‌های کلامی مورد نقد و ارزیابی قرار بگیره و نگاه اخلاقی تازه‌ای شکل بگیره. از این رهگذر مثلا نسبت عبد و مولا که یک نسبت متعارف فقهی بین خداوند و انسان هاست به نظر ایشون نیازمند تجدید نظره و خب با تجدید نظر در این رابطه یک نگاه تازه‌ای در چگونگی استنباط احکام اخلاقی و نیز احکام فقهی شکل میگیره. دکتر فنایی همچنین صاحب چندین مقاله در حوزه اخلاق و در زمینه رابطه بین دین و اخلاق هستند. آقای دکتر، بنده شما رو معرفی کردم. بله. البته شما بی‌نیاز از معرفی هستید. خواهش می‌کنم. توی این فاصله‌ای که بود کتاب دین در ترازوی اخلاق و اخلاق دینشناسی رو تا حد مختصری توضیح دادم و اگر شما صحبتی دارید با مخاطبان این لایو اینستاگرامی در خدمتتون هستیم تا بعد من پرسش‌های خودم رو شروع بکنم. بله، ممنونم. خیلی ممنونم آقای دکتر مسعود عزیز، لطف کردید، واقعا شرمنده کردید بنده رو. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و تشکر میکنم از دوستانی که این فرصت رو برای بنده فراهم کردن و باعث افتخار بنده است که تو این برنامه شرکت میکنم. خیلی سپاسگزارم، امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم. من بیشتر از این توضیح اضافه‌ای ندارم. در ابتدای جلسه در خدمت شما هستم اگر پرسشاتون رو مطرح کنید و ببینیم که گفتگو به چه صورت پیش میره. سپاسگزارم از شما. جناب آقای دکتر فنایی، من چون یه سری از مخاطبانمون نبودن تمایل دارم دوباره تاکید کنم بر این که آقای دکتر فنایی مدیر گروه فلسفه اخلاق در دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید هستند و این سلسله نشست ها در راستای سلسله نشست های دانشگاه مفید در مورد فلسفه هست. آقای دکتر، به عنوان نخستین سوال، از اونجایی که موضوع گفتگوی ما در مورد فلسفه اخلاق معاصر هست، از شما خواهش میکنم در مورد این مسئله صحبت بفرمایید که نقطه شروع فلسفه اخلاق در قرن بیستم کجاست؟ یعنی ما از چه کتابی یا چه شخصیت نامداری در حوزه فلسفه میتونیم به عنوان مبدأ و آغاز کارهای جدید و مباحث تازه فلسفه اخلاق در قرن بیستم
مطالعهمون رو آغاز بکنیم. بله متشکرم. عرض شد که ما اگه بخوایم در مورد تاریخ فلسفه اخلاق صحبت بکنیم، طبیعتاً دو تا معنا از فلسفه اخلاق رو باید از هم دیگه تفکیک کنیم. پاره ای از مسائل و موضوعات مهمی که توی فلسفه اخلاق امروزه مورد بحث و بررسی قرار میگیره، اینا تاریخ بسیار بلندی داره، شاید جزء اولین مسائل و موضوعاتی باشه که ذهن فیلسوفان رو به خودش درگیر کرده و در تاریخ مکتوب فلسفه اخلاق بحث از اون مسائل و موضوعات رو ما میتونیم پیگیری کنیم تا زمان یونان باستان، یعنی به فیلسوفانی مثل سقراط و افلاطون و ارسطو و چه بسا قبل از اونها. اینا یکی از دغدغه‌های اصلیشون پرداختن به مسائل اخلاقی و فرا اخلاقی بوده. برای همین شما امروزه میبینید که در ادبیات بحث از فلسفه اخلاق بعضی از فیلسوفانی که روی این موضوعات کار میکنن، اینها میرن همون تئوری‌های مطرح در اون زمان رو که توسط اون فیلسوفان مطرح شده اون رو میگیرن و سعی میکنن که اون رو یک خوانش و قرائت جدیدی ازش به دست بدن. اما تولد فلسفه اخلاق به عنوان یک رشته جدید، این تاریخ در واقع خیلی بلندی نداره و شاید بشه گفت به یک معنا برمیگرده به ابتدای قرن گذشته میلادی با اون توضیحی که خدمتتون عرض میکنم. در مورد فلسفه اخلاق معاصر اگر ما بخوایم بحث بکنیم، شاید بشه گفتش که این قید معاصر در اینجا اشاره داره به دست کم یک تاریخ 120 ساله، یعنی باز مبدأش یه جورایی برمیگرده به همون ابتدای قرن میلادی گذشته. در اواخر قرن 19 و ابتدای قرن 20 یه اتفاقات مهمی در زمینه فلسفه اخلاق و بحث‌های اخلاقی که فیلسوفان بهش می‌پرداختن افتاد که اون اتفاقات مهم رو ما می‌تونیم به عنوان یک مبدعی برای فلسفه اخلاق معاصر در نظر بگیریم. من فقط به دو تا از اون اتفاقات اشاره میکنم. اولین اتفاق انتشار کتاب The Methods of Ethics بود، نوشته هنری سیچویک، فیلسوف انگلیسی که تقریبا تمام عمر آکادمیک خودش رو در دانشگاه کمبریج گذروند. این کتاب سیچویک در سال 1874 اولین ویراستش از چاپ منتشر شد و تا اونجایی که من خبر دارم تا الان 7 بار ویرایش شده و با ویرایش‌های جدید منتشر شده. آخرین ویرایشش همین چند سال پیش اگر اشتباه نکنم سال 2018 میلادی منتشر شد. سیچویک در اون کتاب بصیرت‌های خیلی مهمی رو مطرح می‌کنه. اولا روشش در پرداختن به بحث‌های اخلاقی و فلسفه اخلاقی روش تا یه حد زیادی ابتکاری هست، به این معنا که سعی می‌کنه که اون دیدگاه‌هایی رو که قبل از او مطرح بودن، اون مکاتب اخلاقی و نظریه‌هایی رو که بودن قبل از او و مطرح شدن توسط فیلسوفانی مانند فرض کنید بنتام و میل و کانت و فیلسوفان دیگر مثل اون شهودگرایانی که معاصر ایشون بودن در دانشگاه کمبریج و دیدگاه‌های مهم دیگری که در اونجا وجود داشته، اینها رو با هم دیگه مقایسه بکنه و توی اون مقایسهش خب اینا رو در واقع فقط هم مقایسه نیست، یعنی هم مقایسه است و هم ارزیابی و نقادی هست. تا اونجایی که من به خاطر دارم 3 تا از تئوری‌های مهمی که مورد بحث و بررسی قرار میده، یکی
فایده گروی هست یا یوتیلیتاریانیزم، دوم رشنال اگویزم هست که این رو البته به عنوان یه تئوری اخلاقی نمیشه مطرح کرد، ولی خب سیچویک این رو بررسی کرد. حالا بعدم میگم که چرا پای این نظریه توی اون کتاب به میون اومده. و نظریه سوم هم در واقع شهودگرایی اخلاقی، اون خانشی از شهودگرایی ده که در زمان سیچویک و قبل از اون طرفدار داشته و کسانی از اون نظریه دفاع میکردن. سیچویک این سه تا نظریه رو با هم دیگه مقایسه میکنه، ولی با اینکه یه تمایلی داره به سوی یوتیلیتاریانیزم، خیلی مشخص نیست که در نهایت واقعا میخواد اون تئوری رو 100% تایید بکنه یا نه. به هر حال کاری که سیچویک در این کتاب انجام میده، توش نوآوری‌های زیادی هست و از جهات متعدد میشه گفتش که یک کار ابتکاری هست، که اون ابتکاراتی که در واقع سیچویک در اونجا داره، کتاب او رو تبدیل کرده به یک کتاب کلاسیک در فلسفه اخلاق و در فلسفه به طور کلی. و بعضی از فیلسوفان قرن بیستم در ستایش از این کتاب حتی تا اینجا پیش رفتن که گفتن که این در واقع بهترین رساله ایه که در فلسفه اخلاق تا کنون نوشته شده. به هر حال سیچویک همونجور که خدمتون عرض کردم در اونجا میره در واقع یه جورایی پشت صحنه رو نگاه بکنه، اون استدلال هایی رو که این نظریه ها و اون پیش‌فرض هایی رو که هر کدوم از این نظریه ها داشتن، اونها رو بررسی میکنه و نقادی میکنه و نکات بدی و ابداعی متعددی رو در اونجا مطرح میکنه، هم در نقد اون نظریه ها و هم در دفاع از اونها، که اون نکات بعداً توسط فیلسوفان مهمی مثل رالز و مثل مور و مثل راس، اون نکات بست پیدا میکنه و در واقع لوازم و پیامدهای اون نکات به نفع منطقی استخراج میشه و چه بسا بعضی از اون نکات خودش به صورت یه تئوری جدید در میاد و تو این قدم رو مطرح میشه. یکی از آقای دکتر فرهادی، صدای بنده رو دارید شما؟ بله. این سه مکتب و سه دیدگاهی که شما فرمودید، هم بحث خودگرایی، هم فایده‌گرایی و هم شهودگرایی اخلاقی، هر کدوم در حوزه اخلاق و فرا اخلاق در قرن بیستم امتدادهایی یافتن. بله. به نظر شما کدوم یکی از این سه تا با توجه به دیدگاهی که خود سیچویک ارائه داده، امتدادش در واقع یک امتداد کارآمدتر و یک امتداد جدیتر بوده در قرن بیستم تا روزگار ما که امروز در اوایل قرن 21 هستیم؟ بله، عرض شد که به نظرم دو تا از اون دیدگاه ها، یعنی شاید تقریبا همه اون دیدگاهایی که در اونجا مورد بحث و بررسی قرار گرفته، هنوز به صورت دیدگاهای زنده‌ای در بحث‌های فلسفه اخلاقی مطرحن و مدافعان جدی دارن. حالا این یه نکته بود که بعداً هم من می‌خواستم بیشتر بهش بپردازم وقتی که وارد محتوای فلسفه اخلاق معاصر میشیم، راجع به اونها بیشتر من گفتگو خواهم کرد. بله، عرض شد که شهودگرایی که خب بعداً خودتون بهتر میدونید خیلی در این زمینه بحث پیدا کرد و همینطور خوانش‌های جدیدی از فایده‌گرایی مطرح شد. یک خوانش، یک تغییر و یک اصلاح مهمی که سیچویک در فایده‌گرایی انجام میده همینه که میاد یه خوانشی رو اونجا مطرح میکنه که بعداً در ادبیات این بحث به عنوان خوانش در واقع قاعده نگر، فایده گروی قاعده نگر مطرح شد. البته خود سیچویک از این عنوان استفاده نمیکنه برای اشاره به اون
خانشی که در اونجا مطرح میکنه، ولی خب این رو فیلسوفان بعدی وقتی که کارهای اروپایی گرفتن از این تعبیر استفاده کردن برای اشاره به این خانش از فایده گروی. عرضم به حضورتون یکی از نکات مهمی که سیچویک در اون کتاب بهش اشاره میکنه و سعی میکنه که یه راه حلی براش پیدا بکنه، یه چیزی هستش که توی ادبیات این بحث بعدن معروف شده به در واقع دوگانگی در عقل عملی. سیچویک میگه که به نظر میرسه که عقل عملی از یک طرف از ما میخواد که خوشبختی دیگران رو در نظر بگیریم و به خوشبختی دیگران به همون اندازه اهمیت بدیم که به خوشبختی خودمون اهمیت میدیم، و از طرف دیگه از ما میخواد که به خوشبختی خودمون اولویت بدیم و خوشبختی خودمون رو تحت هر شرایطی در واقع تعقیب بکنیم. و خب اینجا که این دومی میشه همون در واقع رشنال، میشه همون اگویزم، در واقع خودگروی یا خودگزینی، البته عقلانی بگیم، که اینجا در واقع سیچویک میخواد بگه که اون چیزی که یوتیلیتاریان ها میگن، اون نظریه اخلاقی که یوتیلیتاریان ها میگن، این ریشه داره در فرمان های عقل عملی. یعنی این عقل عملیه که به ما میگه که در واقع وظیفه اخلاقی ما اینه که بیشترین خوشبختی رو برای بیشترین افراد تولید کنیم. از اون طرف هم عقل عملی فرمان دیگری داره که بر اساس اون فرمان ما موظفیم که بیشترین خوشبختی رو برای شخص خودمون تولید بکنیم. حالا پس اینا با هم دیگه در واقع تعارض پیدا میکنن و سیچویک دنبال این بوده که این تعارض رو حل بکنه، که خب خود همین بحث باز ادامه پیدا میکنه در فلسفه اخلاق و بعضی از فیلسوفان بعدی هم به این بحث میپردازن و خیلی گسترش پیدا میکنه این بحث توی آیا میتونیم در مورد نگرش سیچویک از این بحث بکنیم که سیچویک به دنبال این بوده که بتونه یک راه میانه، یک ارتباط و پیوندی بین بصیرت‌هایی که در نظام اخلاقی ارسطو وجود داشته با دیدگاه‌های فایده گرایانه پیدا بکنه؟ آیا دنبال چنین پیوندهایی بوده؟ میتونیم اینو بگیم؟ عرض شود که این نکته مهمی، یعنی اگه در مورد تاثیرپذیری و اون میزان تاثیرپذیری سیچویک از ارسطو بخوایم سوال بکنیم، به نظر میسه که بیشترین تاثیرپذیری سیچویک از ارسطو در روش ارسطو بوده، از اینکه ارسطو میاد در واقع پژوهش اخلاقی رو و نقطه آغاز تحقیق در فلسفه اخلاق رو عقل سلیم میگیره، اون داده ها و مواد خامی رو که توی عقل سلیم داریم و اون داوری هایی که داوری های اخلاقی و فرا اخلاقی که ما در زندگی روزمره داریم، اونها رو سعی میکنه که کنار هم دیگه بگذاره، بررسی بکنه، ارزیابی بکنه، نقادی بکنه و ببینه که در نهایت آیا میشه یه سیستم سازواری از دل این مجموعه این در واقع داوری ها و نقطه نظرات به دست آورد یا نه. این کاریه که ارسطو در واقع در کتابش انجام میده و سیچویک هم از همین روش استفاده میکنه. اما به لحاظ محتوایی من الان مطمئن نیستم که سیچویک چه مقدار تحت تأثیر ارسطو بوده، ولی توجه و عنایت ویژه‌ای داشته به اون دیدگاه‌هایی که در فلسفه اخلاق یونان باستان مطرح می‌شده در این رابطه. بعد از سیچویک یکی از کسانی که خیلی از سیچویک در واقع اثرپذیری داشته جورج ادوارد مور هستش. مشهوره که اولین کتاب رو در حوزه فلسفه تحلیلی جورج ادوارد مور نوشته و مور با عنوان کتاب مبانی اخلاق که فکر میکنم به فارسی هم ترجمه شده، و در واقع در قالب این کتاب هم روش فلسفه، هم روش تحلیل فلسفی با اون چیزی که فیلسوفان تحلیلی مد نظرشون هست یه جورای پایه‌گذاری شده، و هم خون تازه‌ای در رگ‌های فایده‌گرایی
و البته شهودگرایی اخلاقی جریان یافته. این اولا میخواستم در مورد مور اگر صلاح میدونید فرمایشاتتون رو ادامه بدید. و بعد یه نکته دیگه یه مایی دکتر، از بین دوستانی که مخاطب ما هستن یادآوری کردن که جنبندی که شما کردید، حالا البته جنبندی هنوز نکردید، جنبندی معمولا مال پایان سخنه، حالا اگه حالا نوشتن جنبندی که کردید طبق سنت تحلیلیه و دارید فلسفه اخلاق رو تقلیل میدید به یک سنت خاص، این رو هم مد نظر داشته باشید. حالا اگر در خلال فرمایشاتتون یا در پایان صحبتی در مورد فلسفه قاره‌ای و فلسفه اخلاق در حوزه فلسفه قاره‌ای هم داشتید ما خوشحال میشیم. بله، عرشبت که نه، ما فعلا که بحث تقلیل و اینا اصلا مطرح نیست، ما داریم این سیر تاریخی این بحث رو داریم مرور میکنیم و من میخواستم به برخی از اتفاقات مهمی که در ابتدای اواخر قرن 19 و ابتدای قرن 20 میلادی اتفاق افتاد اونا رو بگم تا حالا بعد بریم سراغ ادامه بحث. من نمیخوام وارد اون دعوای در واقع تحلیلی و قاره‌ای بشم و مثلا اینجا موضع‌گیری بکنم در اون رابطه، اون یه بحث جداییه. ما فعلا میخوایم تاریخ این بحث رو مرور بکنیم و اون اتفاقات مهمی که در این رابطه در تاریخ این بحث اتفاق افتاده اونها رو یک نگاهی بهش بندازیم. دومین موردی که من به عنوان مهمترین اتفاق در ابتدای قرن بیستم میخواستم بهش اشاره کنم همین اتفاقی که شما مطرح کردید، یعنی انتشار کتاب مور که در سال 1903 میلادی اولین بار منتشر شد، که خب این کتاب هم یک کتاب بسیار مهم و تأثیرگذاری بوده و یک جوری شکل داده به مسیر تحقیقاتی که در فلسفه اخلاق تا چند دهه بعد از مور پیش رفته و انجام شده. این کتاب هم از جهات متعدد بسیار بسیار مهمه. یکی از جهاتش همون نکته‌ای که شما فرمودید که به یک معنا شاید بشه گفتش که این کتاب شاید اولین کتاب در واقع جدی باشه که توی سنت فلسفه تحلیلی نوشته شده، البته درباره اخلاق و فرا اخلاق. اون توضیحاتی که حالا بیشتر خدمتون عرض میکنم. خب میدونید که مور در واقع معاصر برتراند راسل و ویتگنشتاین بوده و طبیعتاً یه مدتی هم اینها تا اونجا که من میدونم همکار بودن در دانشگاه کمبریج. به هر حال اینها از همدیگه تأثیر زیادی میپذیرفتن. یک نکته مهمی که ما در مورد فلسفه اخلاق باید بهش توجه کنیم اینه که شاخه فلسفه اخلاق مثل سایر شاخه های دیگه یه جورایی گاهی اوقات حالا این تعبیر شاید خیلی تعبیر مثلا دقیقی نباشه ولی میتونه منظور من رو روشن کنه، یه چیزایی پیدا میشه توی این رشته‌های فلسفه که به صورت مد در میاد، به صورت یک سرمشق و پارادایم در میاد که بعد فیلسوفانی که تو اون رشته دارن تحقیق میکنن دیگه همه میرن در ذیل اون پارادایم و یه ادبیات خیلی گسترده‌ای در ذیل اون پارادایم و اون جریان شکل میگیره. این برای چند دهه ادامه پیدا میکنه تا بعد یه فیلسوف دیگری بیاد و یه مسیر دیگری رو در واقع یه جاده دیگری رو بکشه و اون کسانی که تو اون رشته دارن تحقیق میکنن برن توی اون مسیر. خب همونطور که میدونید در اون دوران پوزیتیویسم منطقی که خب توی حلقه وین در واقع شکل گرفته بود توسط کسانی مثل آیر به زبان انگلیسی ترجمه شد و وارد ادبیات فلسفی زبان انگلیسی شد. بعد فیلسوفانی مثل مور از اون دیدگاه‌های
در واقع پوزیتیویست های منطقی در مورد معناداری گزاره ها به شدت تأثیر پذیرفتن به این معنا که نه اینکه اون دیدگاه رو قبول کنن، بلکه به این معنا که رفتن سراغ این که بگن که ما توی فلسفه وقتی میخوایم راجع به یه چیزی تحقیق بکنیم، در واقع یا کل اون تحقیقمون یا اولین قدمی که باید برداریم راجع به معناست. یعنی بحث خودمون رو از تعریف باید شروع کنیم، از در واقع معنا باید شروع کنیم. اول باید نشون بدیم که این گزاره هایی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم دقیقاً به چه معناست. و خب مور اومد در واقع این سوال رو در مورد گزاره های اخلاقی مطرح کرد. تا قبل از مور فیلسوفانی که به بحث های فلسفه اخلاقی میپرداختن، اینها نه اینکه بحثاشون از این بحث تعریف و معنا خالی باشه، ولی معمولا این بحث رو اون مقداری که بعداً بهش اهمیت میدادن و بهش میپرداختن، اونها به این بحث به این مقدار نمیپرداختن و خیلی سریع از بحث تعریف مفاهیم اخلاقی و گزارهای اخلاقی عبور میکردن و میرفتن سراغ در واقع توجیه خود اصول اخلاقی. مور اومد گفتش که نه، ما قبل از اینکه بریم سراغ پذیرش اون اصول و تصدیق اون اصول، باید بریم سراغ تصور. و وقتی که راجع به خوبی و بدی چیزها صحبت میکنیم، یک پرسش مقدماتی و خیلی خیلی مهم در اینجا وجود داره که اول باید بریم سراغ اون پرسش. اون پرسش هم اینه که معنای خوبی چیست. و این خب در واقع یعنی این که یه جریان جدیدی، یه سرمشق جدیدی در اینجا شکل گرفت و اون این بود که مسئله زبان اخلاق مطرح شد. در اون دوران تحت تأثیر پوزیتیویسم منطقی، مسئله زبان تو تمام قلمروهای فلسفه به مسئله درجه اول و اولویت اول فیلسوفان تبدیل شده بود. مثلا توی بحثایی که در فلسفه دین شما میبینید، در اون زمان یکی از مهمترین بحثا بحث زبان دین بود. همینطور در فلسفه علم، مثلا بحث زبان علم بین فیلسوفان علم بسیار بسیار رونق داشت و چه بسا خیلی اون رو تنها مسئلهی میدونستن که باید بهش پرداخته بشه. و همینطور توی فلسفه اخلاق مثلا بحث زبان اخلاق اولویت اول رو پیدا کرد و فیلسوفان اخلاق هم در واقع عمده تلاش و همت و تلاش در واقع کوشش فکریشون رو گذاشتن روی بحث زبان اخلاق. این حجم عظیمی از ادبیاتی که ما در مورد زبان اخلاق داریم مال همون چند دههیه که در واقع در ابتدای قرن بیستم تا تقریبا اواسط قرن بیستم شما میبینید که مقالات و کتابهای زیادی درباره زبان اخلاق و تعریف مفاهیم اخلاقی و تحلیل در واقع داوری های اخلاقی، اینا در واقع اون آثاری که در زمینه فلسفه اخلاق نگاشته شده در اون زمان، حجم زیادی از اون آثار اختصاص پیدا کرده به بحث و بررسی از زبان اخلاق و تعریف مفاهیم اخلاقی. و خب دیدگاه های خیلی زیادی در اونجا پیدا شد، مثلا ناشناختگرایی، شناختگرایی و این تفکیکات دقیق و مفصلی که ما در باب زبان اخلاق داریم، اینا همه یادگار در واقع اون دوران هست. به هر حال مور در اونجا اومد گفتش که ما اول باید بریم سراغ تعریف مفاهیم اخلاقی، تعریف خوبی و بدی و تعریف درستی و نادرستی. و گفتش که قبل از اینکه ما بریم سراغ پرسش از تعریف مفاهیم اخلاقی و عملا سعی کنیم که این مفاهیم رو تعریف کنیم، که خب منظور از تعریفم در اینجا اون تعریف لغوی نیست، بلکه همون چیزیه که بهش میگن تحلیل فلسفی، گفتش که ما قبل از اینکه به این پرسش پاسخ بدیم، یه پرسش مقدماتی دیگری هم در اینجا هست که چه بسا همه فیلسوفان قبل از من به استثنای سیچویک از این پرسش غفلت کردن و
چون از این پرسش غفلت کردن و این پرسش رو سعی نکردن که بهش پاسخ بدن، در ادامه مسیر مرتکب یه مغالطه شدن که حالا اون مغالطه رو بعداً توضیح میدم خدمتتون. اون پرسش مقدماتی از نظرمون اینه که اساساً آیا مفاهیم اخلاقی قابل تعریف هست یا نه، مسئله امکان تعریف. مور در واقع پیش‌فرضش این بود که ما وقتی که می‌خوایم یک مفهوم رو تعریف کنیم، اول باید ببینیم که اون تعریف اون مفهوم از نظر فلسفی و تحلیل اون ممکن هست یا ممکن نیست. آیا ما میتونیم اون مفهوم رو با ارجاع به مفاهیم بنیادین تر توضیح بدیم و تحلیل بکنیم یا نه؟ بعد گفتش که از این نظر مفاهیم به دو دسته تقسیم میشن، مفاهیم بیسیک یا بدیهی و غیر قابل تعریف و مفاهیم مرکب یا قابل تعریف. گفتش که اگه مفهومی مرکب باشه، ما میتونیم اون مفهوم رو با ارجاع به اجزا و مؤلفه‌های سازنده اون مفهوم تعریف بکنیم. اما اگر یک مفهومی بسیط باشه، این یعنی غیر قابل تعریفه. و خودش در واقع در اون کتاب، حالا این توضیحاتی که من میدم به خاطر اینه که متاسفانه نادیده گرفتن این توضیحات توسط بعضی از کسانی که در دوران معاصر در زبان فارسی به این بحثا پرداختن، نادیده گرفتن این بحثا خیلی ابهامات زیادی در اینجا ایجاد کرده. گفتش که به هر حال این مفهوم خوبی و بدی اینا غیر قابل تعریفه. آقای دکتر ببخشید، در مورد این مفاهیم، در مورد مفاهیم بنیادین مثل همین مفهوم خوبی و بدی، یکی از بحث‌هایی که هستش اینه که تکی از فیلسوفان معتقدن ما اساساً این مفاهیم رو نمیتوانیم تعریف کنیم. بله. امکان تعریف اینها وجود نداره. و گروهی دیگر معتقدن که این مفاهیم به رغم اینکه قابل تعریف هستند، بی‌نیاز از تعریفند. بله. مور جزء کدوم یکی از این دو دسته قرار میگیره؟ بله، مور در خصوص خوبی و بدی میگه که این غیر قابل تعریفه. و از این نتایج مهمی میگیره که حالا بعداً به اون نتایج اشاره میکنم. اما در همون کتاب مور میگه که درسته که مفهوم خوبی و بدی غیر قابل تعریف هست، اما مفهوم درستی و نادرستی قابل تعریفه. و خود مور سعی میکنه که درستی و نادرستی رو با ارجاع به مفهوم خوبی تعریف بکنه. و در واقع یک خانش فایده گیروانه به دست میده از مفهوم درستی و نادرستی. اگرچه در کتاب بعدیش که سالها بعد نوشته، یک کتاب کوچیکی نوشته که اون کتاب هم به فارسی ترجمه شده تحت عنوان اخلاق، اگر اشتباه نکنم مترجمش هم آقای اسماعیل سعادت هست، در اون کتاب تحت تأثیر راس و شاید پریچارد که فیلسوفان بعدی بودن، تحت تأثیر اونها میاد میگه که مفهوم درستی و نادرستی هم غیر قابل تعریفه. به هر حال در اون کتاب اولش، یعنی پرینسیپیا اتیکا، مبانی اخلاق، در اون کتاب مور چند تا نتیجه مهم میگیره از غیر قابل تعریف بودن مفاهیم اخلاقی. اولین نتیجه مهمی که میگیره اینه که اگر مفهوم خوبی و بدی غیر قابل تعریف باشه، هر تعریفی از این مفهوم متضمن ارتکاب یک مغالطه است. بر همین اساس مور میاد میگه که شما اگر به مکاتب اخلاقی قبل از من، به نظریه پردازان اخلاقی قبل از من نگاه بکنید، همه اینا بحث خودشون رو از تعریف این مفاهیم اخلاقی شروع میکنن و نظریه اخلاقی خودشون رو روی دوش اون تعریفی که از اون مفهوم ارائه دادن سوار میکنن. مثلا میان میگن که مثلا خوبی به معنای لذته، بعد میان میگن که در واقع تنها چیزی که ذاتاً در این آدم خوبه همون لذته.
مور گفتش که تمام اون نظریات اخلاقی قبل از من که بحث خودشون رو با تعریف خوبی و بدی شروع کردن، اینا مرتکب این مغالطه شدن. این مغالطه رو اسمش رو میذاره در واقع مغالطه در واقع the naturalistic fallacy، یعنی مغالطه طبیعت گروانه. البته یک نفر رو استثنا میکنه و در اون کتاب تصریح میکنه که سیچویک چنین مغالطه‌ای رو مرتکب نشده. حالا جنس این مغالطه چیه؟ چون این رو این توضیحات رو میدم برای اینکه باز تو ادبیات فارسی این بحث اینا همه با هم دیگه قاطی شده. بعضی اومدن گفتن اون مغالطه‌ای که مور گفته هم مغالطه‌ای که هیوم گفته و همون مغالطه‌ای که مرحوم علامه طباطبایی میگه، یعنی خلط اعتباریات و حقایق، در حالی که اینا خیلی با هم دیگه تفاوت دارن. مغالطه‌ای که مور مطرح می‌کنه مغالطه است در مقام تعریف مفاهیم اخلاقی. مور همونجور که می‌دونید ناشناختگرا نیست، شناختگراست و معتقده که مفاهیم اخلاقی یک مابعضایی دارن، خوبی و بدی از جزء اوصاف عینی خارجی ما اینها رو می‌شناسیم و قابل شناختن و گزاره‌های اخلاقی که مشتمل بر این مفاهیم هستن اینا قابل صدق و کذبن. بنابراین این مغالطه‌ای که مور در اینجا مطرح میکنه مغالطه تعریفیه، در حالی که اون مغالطه‌ای که هیوم مطرح میکرد مربوط به مقام تصدیق گزاره‌های یا جملات اخلاقی بود. و همینطور اون مغالطه‌ای که مرحوم علامه طباطبایی مطرح میکنه اون مغالطه هم در واقع مربوط به مقام تصدیق هست نه مقام تصور. به هر حال مور این نتیجه رو اونجا میگیره. بعد خب یه سوال مهم اینجا مطرح میشه، اونم اینه که خب اگر این مفهوم خوبی و بدی غیر قابل تعریفه، مفهوم رو ما چجوری میشناسیم؟ مور میگه که این مفهوم رو ما از طریق شهود میشناسیم و این شهودی که در اینجا مطرح میکنه باز مور یه شهودی در مقام تصور، در مقام تصور مفاهیم اخلاقی. میگه که ما مفهوم خوبی اخلاقی رو از طریق شهود درک میکنیم، بعد بقیه مفاهیم اخلاقی مثل درستی و نادرستی رو با ارجاع به اون مفهوم شهودی بنیادین تعریف میکنیم. این موضعش هست البته در اون کتاب اولش. یک پرسش دومی که در اینجا مطرح میشه اینه که خب اگر این مفاهیم شهودی هستن، حالا گزاره های مشتمل بر این مفاهیم رو ما چجوری میتونیم تصدیق بکنیم؟ باز پاسخ مور در اینجا اینه که این گزاره ها دو جورن، یا گزاره های بدیهی هن یا یعنی غیر استنتاجی هن یا گزاره های استنتاجی هن. اگر استنتاجی باشن خب طبیعتاً اونها رو ما از طریق استدلال باید توجیه بکنیم، اما اگر غیره که خب اون استدلال برای اینکه منطقاً معتبر باشه باید در واقع در نهایت منتهی بشه به یک استدلالی که توی مقدمه اون استدلال ما یه مقدمه اخلاقی داریم که اون مقدمه اخلاقی خودش دیگه از طریق استدلال توجیه نمیشه، یعنی بدیهیه و بدیهی بودن هم به این معنی است که شهودیه. بنابراین مور در باره خوبی و بدی اخلاقی معتقده که در اونجا هم ما چند تا اصل بنیادین اخلاقی داریم در مورد خوبی ها و بدی های اخلاقی که اونها هم شهودی هن. پس مور هم در مقام تصور خوبی و بدی شهودگراست و هم در مقام تصدیق خوبی و بدی شهودگراست. حالا فیلسوفان قبلی من خیلی دوست دارم که این زمان این لایو خیلی بیش از این گسترش پیدا می‌کرد. بله. و ما از فرمایشات شما استفاده می‌کردیم و حقیقتاً بنده خودم دارم یاد می‌گیرم. خواهش می‌کنم. اما خب زمانمون یه مقدار محدوده، یک یورو بیام دیر شده. اگه برای دوستان دانشگاه مفید امکان داره این لایو رو ما تا 4:30 ادامه بدیم، چون برنامه دقیقاً تا 5:30 ادامه بدیم، چون برنامه حدود 4:30 شروع شده. دوستان اشکالی نداره تا 4:30 ما برنامه رو ادامه بدیم، چون من دوست دارم که از جورج ادوارد مور
بگذاریم اگر سلام میدونی و از شما بپرسم که این در واقع دو دیدگاهی که نور توامان در کتاب مبانی اخلاق پروری، یعنی یکی شهودگرایی اخلاقی که در واقع نگرش فرا اخلاقی نور بود و دیگری خود فایده گرایی اخلاقی، این دوتا چطور امتداد یافت در فضای فلسفه اخلاق قرن بیستم و چه افرادی به عنوان افراد شاخص در این حوزه ها پس از نور راه او رو دنبال کردن؟ بله، اجازه بدید من یه توضیح کوتاهی در ادامه عرض قبلیم داشته باشم، بعد بریم سراغ فرمایش جدید شما، پرسش جدید. ببینید مور در اونجا در واقع اشکالی که به فیلسوفان قبلی میکرد این بود که اونا میان اول این مفاهیم اخلاقی رو به یک مفهوم طبیعی مثل لذت تعریف میکنن، بعد میگن که ما برای تشخیص مصادیق خوبی میتونیم از همون روش تجربی استفاده کنیم و مصادیق لذت رو از طریق تجربه حسی پیدا بکنیم و از این طریق در واقع میرن سراغ بست همون در واقع اصول اخلاقی که توی نظریه اخلاقی دنبالش هستن. اما مور گفتش که این راه بسته است، گفت این راه بسته است، در واقع فلسفه اخلاق و نظریه اخلاقی از شهود شروع میشه، هم در مقام تصور و هم در مقام در واقع تصدیق، و این به نظر من مهمترین در واقع دستاورد مور بود در این زمان. یعنی یک کاری که مور این رو صراحتاً اومد جا انداخت در اینجا این بود که نشون داد که ما در چه در قدم رو فرا اخلاق و چه در قدم رو اخلاق اساساً بدون در واقع استفاده از شهودها قدم از قدم نمیتونیم برداریم. و حتی کسانی که بعداً اومدن دیگه فیلسوفان بعدی، حتی اونایی که مخالف مور بودن، اونها هم از اون در واقع دیدگاه مور در مورد غیر قابل تعریف بودن مفاهیم اخلاقی استفاده زیادی کردن و هم از این در واقع بصیرت مهمی که مور داشت در مورد این که ما در این قلمرو راهی غیر از این که تمسک کنیم به شهود، چه در مقام نقد نظریه‌های رقیب، چه در مقام توجیه نظریه خودمون و چه در مقام صورتبندی نظریه‌های اخلاقی و فرااخلاقی، گریزی غیر از این نداریم. و همین الان هم اگر شما مراجعه کنید به ادبیات این بحث، هر کسی که وارد این بحث میشه و سعی میکنه در این زمینه نظریه پردازی بکنه و نظریه‌های رقیب رو نقد بکنه، نظریه خودش رو توجیه بکنه، این در نهایت به همین شهودهای اخلاقی و فرا اخلاقی تمسک خواهد کرد. خب چون وقت ما مزیق هست، اجازه بدید که من سریع از این ادامه بحث مور رد بشم و بیام جلوتر. همونجور که گفتم کاری که مور کرد در واقع این بود که بحثایی رو که در مورد زبان اخلاق مطرح می شد اینها رو تبدیل کرد به یه جور برند و یک جور پارادایم، و این بحث از زبان اخلاق گسترش پیدا کرد و تا تقریبا اواسط قرن بیستم دیگه فیلسوفان اخلاق دل مشغول اصلیشون همین پرداختن به زبان اخلاق بود و پرداختن به اخلاق هنجاری و اخلاق کاربردی دیگه یه جورایی کاملا در حاشیه قرار گرفته بود و خیلی از فیلسوفان اخلاق اون دوره یه جورایی معتقد بودن که اساساً شأن فلسفه فقط پرداختن به زبان هست و شأن فلسفه اخلاق هم فقط پرداختن به زبان اخلاقه، و از این قدم رو که ما خارج بشیم و وارد بحثای در واقع بنیادین، یعنی از مبانی اخلاق، از مبانی زبانشناسانه اخلاق که فاصله بگیریم، دیگه بقیه بحثایی که تو این زمینه مطرح میشه، بقیه پرسشایی که در خود اخلاق یا فرا اخلاق یا اخلاق کاربردی مطرح میشه، اینا دیگه پرداختن به اینا شأن فیلسوفان نیست و فیلسوفان نباید برن سراغ اینا، اینا کار یک کسان دیگریه، کار مثلا معلمان اخلاقه که اونا باید برن سراغ این بحثا، کار فیلسوف اخلاق فقط تحلیل زبان اخلاق هست. این یه چیز، البته خود مور چنین اعتقادی نداشت،
ولی خب فیلسوفان بعدی خیلی هاشون چنین اعتقادی داشتن و به همین خاطر هم شما میبینید که در اون زمان فقط همین بحثای زبان اخلاقی که رونق زیادی داره. اما اتفاقی که سوالی از ما کردن، بله، پرسیدن که من این سوال ایشون رو سعی میکنم بخونم. ایشون گفته که مفاهیم اصلی بی نیاز از معنا و استدلال است، شاید منظورشون بی نیاز از تعریفه. بله. بعد گفتن که در مورد مفاهیم فرعی چطور به مفاهیم اصلی ارجاع پیدا میکنه از نظر مورها. بله. بعد گفتن که اساسا از کجا مفاهیم اصلی و فرعی تشخیص داده میشن، آیا صرفا از شهود این تشخیص صورت میگیره؟ اگر قبل از اینکه باید بحث بعدی بشین جواب بدید. بله. ببینید، مور سعی میکنه به اون ادعای اصلیش که غیر قابل تعریف بودن مفهوم خوبی و بدی هست به سود اون ادعا استدلال بیاره. مهمترین استدلالی که آورده معروف به برهان پرسش گشوده است که خود همین برهان هم در واقع حول و حوشش یه ادبیات خیلی گسترده‌ای شکل گرفته در فلسفه اخلاق بعد از مور. خیلی از فیلسوفان اومدن این برهان رو بررسی کردن، بعضی این رو پذیرفتن ولی نتیجه متفاوتی ازش گرفتن، بعضی اومدن اون برهان رو نقد کردن و گفتن که با این برهان اون ادعای مور رو ما نمیتونیم اثبات کنیم و اون مفهوم خوبی و بدی قابل تعریف هست و هاکذا. به هر حال مور استدلال میاره، ولی اون استدلالی که میاره یک جور در واقع آزمایش فکریه که اون آزمایش فکری هم یک راهیه برای رسیدن به شهود، چیزی غیر از شهود نیست. بنابراین پاسخ مور اینه که بله، ما از طریق خود همون شهود هاست که تشخیص میدیم که آیا یک مفهومی قابل تعریفه یا غیر قابل تعریفه، و اگر غیر قابل، اگر قابل تعریف هست، اون تعریف درستش در واقع چی هست. و برای تعریف کردن اون مفاهیم قابل تعریف هم همونشو که خدمتون عرض کردم، اونها رو در واقع ما باید ارجاع بدیم به اون مفاهیم غیر قابل تعریف. در تقریبا میانه قرن بیستم اتفاق مهمی که افتاد انتشار کتاب تیوری آف جاستیس رالز بود. رالز اومد در این کتاب، همونجور که بهتر میدونید، خب این کتاب موضوعش نظریه عدالته و نظریه عدالت یه بحث در واقع بحثی که توی اخلاق هنجاری مطرح میشه و بعد میاد تطبیق میشه روی قلمروهای مختلف توی اخلاق کاربردی مثل قلمروی سیاست. رالز در اون نظریه عدالتی که در اونجا بحث میده یه نظریه که مخصوص قلمروی سیاست و اخلاق اجتماعی هست. موضوع اون نظریه اینه که ما نهادهای اساسی جامعه رو چجوری باید ساماندهی بکنیم و تنظیم بکنیم که اینها با فضیلت عدالت سازگار باشه. در این کتاب رالز خب ابتکارات زیادی داره و خود همین کتاب هم یک کتاب بسیار بسیار مهمیه، هم در فلسفه سیاست و هم در فلسفه اخلاق، و یه جورایی در واقع یه پارادایم شیفته در بحثایی که در فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست جریان پیدا کرد. از اون به بعد فیلسوفان زیادی پیدا شدن که اینها سعی کردن اون کاری رو که رالز در خصوص عدالت مطرح کرده بود اون رو بحث بدن به سایر مفاهیم و موضوعات کلیدی اخلاقی، و بحث از اخلاق هنجاری و همینطور بحث از اخلاق کاربردی رونق فوق‌العاده‌ای پیدا کرد. و همینطور که الان دیگه خودتون بهتر از بنده میدونید، محور بحثایی که توی فلسفه اخلاق صورت میگیره، بیشترین بحثایی که صورت میگیره توی اخلاق کاربردیه و تا یه حدودی هم توی
اخلاق هنجاریه، یعنی اون پارادایم مسلط در بین فیلسوفان اخلاق الان این پارادایمه، و کسانی که میرن سراغ بحثای فرا اخلاقی مثل زبان اخلاق یا معرفت شناسی اخلاق یا مثلا روانشناسی اخلاق، اونها یه جورایی در مقام مقایسه، البته آثاری که در اون زمینه تولید میشه در مقایسه با آثاری که در اخلاق کاربردی و اخلاق هنجاری تولید میشه و تحقیقاتی که در این دو زمینه صورت میگیره، اینا خیلی خیلی بیشتر از تحقیقات و آثاری که در فرا اخلاق و زبان اخلاق و سایر بخشای فرا اخلاق صورت میگیره. آقای دکتر ببخشید، قبل از اینکه وارد بحث بعدی بشیم در مورد جان رالز یا در مورد اخلاق کاربردی، یکی از دوستان یه سوالی کردن که در واقع مربوط به مبحث شهودگرایی میشه. پرسیدن که منظور از شهودی که گفته میشه، حالا یا سیجویک میگه یا مور یا سایر شهودگرایان مثل پر ریچارد و راس و دیگران میگن، چگونه شهودیه؟ آیا این شهود شهود فیلسوفه یا شهودیه که در واقع برای همه مردمه؟ و منظورشون هم تصریح کردن که آیا عقل سلیم رو هم ما در ذیل این شهود میتونیم در نظر بگیریم؟ بله، پرسش خیلی خیلی مهمیه. خیلی از فیلسوفان شهودگر، البته یه چیزی رو من بگم قبل از اینکه به این پرسش پاسخ بدم، اونم این که شهودگرایی غیر از شهوده. شهودگرایی نظریه خاصیه در اخلاق هنجاری و فرا اخلاق که رقیب نظریه‌های دیگه است. اما حتی اون کسانی که مخالف شهودگرایی هستند، همونجور که اشاره کردم قبلا، گریزی ندارن از این که برای نقد اون شهودگرایی و تایید نظریه خودشون مراجعه کنن به شهود. یعنی استدلال هایی که در این بحث ها رد و بدل میشه، این استدلال ها همه از جنس استدلال های شهودیه، و در واقع شهود به عنوان روش و شهود به عنوان شیوه استدلال، غیر از شهودگرایی به عنوان یک در واقع نظریه است توی اخلاق هنجاری و فرا اخلاق و اخلاق کاربردی. اما در رابطه با اون پرسش، ببینید، خود همون فیلسوفان شهودگرا مثلا راس، حالا من در مورد مور مطمئن نیستم، ولی راس صراحتا این رو گفته، و چه بسا فیلسوفان شهودگرای دیگه هم به این نکته اشاره کرده باشن. اینا اومدن گفتن ما دو جور شهود داریم. یه شهود رو میتونیم اسمش رو بذاریم شهود خام، و شهود دیگر رو میتونیم اسمش رو بذاریم شهود پخته. اینا قائل به یه چیزی هستن به نام بلوغ اخلاقی، و معتقدن که در واقع اون شهودی که اعتبار معرفت شناختی لازم رو داره در استدلالهای اخلاقی، اون شهود پخته است. این شهودیه که یک فردی که به بلوغ اخلاقی رسیده اون شهود رو داره. اما برای این که در واقع ما به این بلوغ اخلاقی برسیم و بتونیم در واقع استدلال‌های شهودی اینجوری داشته باشیم، یک مواد خامی لازم داریم. اون مواد خام رو از کجا می‌گیریم؟ اون مواد خام همون شهودهای ابتدایی و خامیه که همه انسان‌ها دارن و توی عقل سلیم ما باش در واقع سر و کار داریم. برای اون مواد خام ما یک توجیه در نگاه نخستینی قائل هستیم، اما معتقدیم که این شهودها از سه جهت مشکل دارن و این سه تا مشکل رو ما باید برطرف بکنیم اگر بخوایم به اون شهودها تکیه بکنیم. مشکل اول اینه که خود همین شهودها متعارضن. منظور از شهود در اینجا یک معنای خاص و دقیقیه، اون رو هم من بگم. منظور از شهود داوری جزئی و خاصیه که ما به صورت خودجوش وقتی که مواجه میشیم با
یک پرسش اخلاقی یا یک صحنه‌ای که در اون یه فردی داره یک رفتاری انجام میده، اون داوری خودجوش از ما سر میزنه. اینا مواد خامی هستن که ما ازش استفاده میکنیم. اما این مواد خام، این داوری های جزئی اخلاقی از سه جهت مشکل دارن، با چالش روبرو میشن. مشکل اولشون اینه که اینا با هم دیگه متعارضن. یعنی شهودهای خودجوش خود من، اینا با هم دیگه مجموعشون یه سیستم سازواری رو تشکیل نمیدن قبل از اینکه من اینا رو بررسی بکنم. مشکل دوم اینه که عرشبت که این شهودها خیلی وقتا ممکنه که تحت تأثیر عواطف و احساسات منفی قرار بگیرن. منظورم از عواطف و احساسات منفی، اون عواطف و احساساتیه که در داوری اخلاقی و اعتبار اون داوری اخلاقی اختلال ایجاد میکنه و اعتبار اون داوری رو زیر سوال میبره. مثلا اگر من خیلی عصبانی باشم، یا اگر مثلا فرض کنید که اون کسی که میخوام در موردش داوری کنم یا اون دو نفری که میخوام بین اونها داوری اخلاقی بکنم، یکی از اونها دوست من باشه و دیگری دشمن من باشه، به یکی عاشق یکی باشم و از دیگری نفرت داشته باشم، اینها، این عواطف و احساسات ممکنه که روی اون داوری شهودی اخلاقی من تأثیر بگذاره. و خب این تأثیر، تأثیری که از نظر معرفت شناختی باعث میشه که اعتبار اون شهود یا به طور کلی از بین بره یا خیلی ضعیف بشه. اینم مشکل دوم. مشکل سوم اینه که شهود من ممکنه با شهود شما و شهود انسان‌های دیگه تفاوت داشته باشه. یعنی وقتی که من و شما با یک صحنه واحد مواجه میشیم، ممکنه که داوری و ارزیابی اخلاقی شما در اون صحنه با داوری و ارزیابی من متفاوت باشه. خب همه این سه تا مشکل در واقع نشون میدن که این شهودهای اخلاقی ما در اون نگاه نخستین 100% قابل اعتماد نیست. به تعبیر دیگه اینا مخلوطی از حق و باطله، مخلوطی از شهودهای معتبر و شهودهای نامعتبر. بنابراین ما بنابراین ما این شهودها رو نمیتونیم کنار بگذاریم، چون اگه کنار بگذاریم هیچ نقطه شروعی برای تحقیق اخلاقی نداریم و اصلا نمیتونیم نظری پردازی کنیم در این رابطه و نمیتونیم اینا رو 100% بپذیریم. بنابراین ما احتیاج به یه روش داریم که اون روش در واقع به ما کمک کنه که این سه تا مشکلی رو که بهش اشاره کردم حل کنیم. اون روش یه روشیه که بنیانش در کتاب سیچویک اومده، ولی شرح و بسط تفصیلیش توی کتاب رالز اومده. یعنی یکی از در واقع تأثیرهایی که رالز پذیرفته از سیچویک در همین رابطه است، که در واقع البته این تعبیر رو خود سیچویک تا اونجا که من میدونم به کار نبرده، ولی رالز به کار برده. اون تعبیرم، اون روش رو اسمش رو بذاره The Method of Reflective Equilibrium، یعنی متد در واقع روش، متد یا روش تعادل اندیشه ورزانه. به اجمال البته این خودش خیلی بحث مهم و مفصلیه، اجمالا من این رو توضیح بدم خدمتون. راز میگه که اول ما باید بیاریم این شهودها رو قربال بکنیم و اون شهودهایی رو که تحت تاثیر عواطف و احساسات در ذهن ما شکل گرفتن اونها رو کنار بگذاریم. نتیجه این قربال کردن یه چیزی میشه که راز اسمش رو میذاره considered moral judgment، یعنی moral داوری های اخلاقی جزئی که اینا قابل اعتنان و میشه گفتش که یه اعتبار نخستینی داره. بعد میگه که ما باید سعی کنیم در اون گام دوم این داوری ها رو توی یک مجموعه سازوار کنار همدیگه قرار بدیم و از دل اینها یک یا چند اصل اخلاقی در بیاریم. البته راز این رو فقط در مورد تئوری عدالت میگه، اما در یک پاورقی اونجا که بحث میکنه میگه که این روش رو میشه به کل اخلاق هم سرایت داد و در مورد سایر در واقع اصول اخلاقی هم میشه این روش رو پیاده کرد. بعد میگه که توی اون گام دوم ما باید در واقع چیکار کنیم؟ این شهودها رو به اصطلاح سیستماتایز کنیم، نظاممند بکنیم و از دلش یک چند اصل اخلاقی و یک تئوری اخلاقی در بیاریم.
بعد در گام سوم و این مستلزم رفت و برگشت بین این سه تا مؤلفه است، یعنی ما از یه طرف شهودها رو داریم، از یه طرف اون اصول اخلاقی رو که از دل اون شهودها در اومدن داریم و از یک طرف اون نظریه اخلاقی داریم. اینا در اون گام اول با هم دیگه سازگار نیستن. برای سازگار کردن اینها ما هی باید بین این سه تا در واقع ضد مثلث رفت آمد بکنیم و عقلانیت گاهی از ما میخواد که از اون شهودها دست برداریم و اون شهودها رو بازنگری کنیم درش. گاهی اوقات از ما میخواد که در اون اصول اخلاقی تجدید نظر کنیم و گاهی هم از ما میخواد که اون نظریه اخلاقی خودمون رو اصلاح کنیم و درش تجدید نظر کنیم تا در نهایت به یک مجموعه منسجم و سازواری برسیم. وقتی به این نظریه رسیدیم، کل این سیستم یک جا در واقع توجیه میشود. بعد در اون گام سوم ما باید سعی بکنیم که این مجموعه رو در دل یک مجموعه بزرگتری از باورها جا بدیم که توی اون مجموعه بزرگتر ما اون چیزهایی که داریم پیشفرض‌های در واقع نااخلاقیه که به اخلاق مربوطن، مثلا منزلت در واقع اجتماعی اخلاق و کارکرد اجتماعی اخلاق و اون پیشفرض‌های دیگری که در اینجا ما در سایر شاخه‌های معرفت داریم ولی اونها باید سازگار بشن با اون نظریه اخلاقی که ما داریم. و این رو اسمش میذاره واید رفلکتیو ایکولیبریم و میگه که در واقع نظریه اخلاقی رو ما از این طریق در واقع میتونیم توجیه کنیم، بعد اون وقت اون نظریه اخلاقی رو میتونیم تطبیق کنیم بر موارد خاص و اون نتایج لازم رو از این نظریه بگیریم. و این روشی که رالز در اون کتاب مطرح کرده تقریبا یه روشیه که خیلی از فیلسوفان اخلاق بعدی مخصوصا در قلمرو اخلاق کاربردی از اون روش امروز استفاده میکنن برای در واقع توجیه دیدگاه های خودشون، برای نظریه پردازی و برای غربال کردن اون شهودها و در واقع سایر مراحلی که باید طی بشه تا ما به یک نظریه اخلاقی قابل دفاع و معتبر برسیم. بسیار خوب آقای دکتر فنایی عزیز، زمان ما رو به اتمام هستش، یعنی اون یک ربع وقتی هم که من از دوستان دانشگاه مفید گرفتم اون زمان هم سپری شده. من این دو دقیقه وقتی رو که باقی هست دوست دارم که این رو شما باز هم اختصاص بدید به همین مسئله اخلاق کاربردی. بله. در حد دو دقیقه یک در واقع چشمنداز خیلی جمع جوری از این مسئله به ما ارائه بدید. بله چشم. من یه نکته مهم دیگر رو اضافه کنم بعد بریم سراغه. اون نکته اینه که در این چند دهه اخیر دو تا اتفاق مهم خب تو قلمرو فلسفه اخلاق افتاده. یکی احیای اون نظریه فضیلتگراست تو اخلاق هنجاری و دوم این که خیلی از فیلسوفان شاخص فلسفه اخلاق اینها به جای اینکه بیان از یکی از اون نظریه های در واقع مشهور و مسلط دفاع بکنن، سعی کردن که یه تلفیقی ارائه بدن از این نظریه هایی که ما در اینجا داریم. و خب طبیعتا این هواداران هر کدوم از این نظریه ها نقدایی وارد کردن به اون نظریه رقیب خودشون و هواداران اون نظریه رقیب هم سعی کردن نظریه خودشون رو جوری اصلاح بکنن و تجدید نظر بکنن در نظریه خودشون که اون نقدا دیگه بهش وارد نشه و این باعث شده که این نظریه ها خیلی به هم دیگه نزدیک بشن و این باعث شده که بعضی از فیلسوفان بیان بگن که خب ما میتونیم یه نظریه داشته باشیم که همه این نظریه ها رو تو هم دیگه با خودش جمع کنه. این الان یه جورایی خیلی از فیلسوفان مطرح فلسفه اخلاق دنبال چنین چیزی هستن. البته هنوز همون روی کرده در واقع تک گروانه به نظریه های اخلاقی البته وجود داره، ولی خب این هم یه رویکرد جدیدیه که توی اخلاق هنجاری پیدا شد. اما در مورد پرسش شما در اخلاق کاربردی، خب اخلاق کاربردی یه جورایی میشه گفتش که
به لحاظ عملی مهمترین و اثرگذارترین بخش فلسفه اخلاق، به خاطر اینکه ارتباط مستقیم با زندگی روزمره داره، برخلاف اون بحثایی که ما تو اخلاق هنجاری یا فرا اخلاق داریم که اونا در واقع سطح انتزاعی بودنشون خیلی بالاتر هست. تو اخلاق کاربردی مستقیما ما میریم سراغ اون مسائل و مشکلات اخلاقی که در زندگی روزمره باهاش سر و کار داریم، و این مسائل و مشکلات در اثر پیشرفت‌های علمی و در اثر پیشرفت‌های تکنولوژیک روز به روز به تعدادش کمن و کیفن اضافه میشه. برای همینه که این خود اخلاق کاربردی روز به روز در واقع قلمروش داره گسترده میشه و روز به روز ما زیرشاخه‌های جدیدی توی اخلاق کاربردی میبینیم که پیدا شده و یک دست از فیلسوفان اخلاق رفتن سراغ نگاه کردن به اون در واقع تکنولوژی یا اون در واقع پیشرفت علمی که اتفاق افتاده در اون زمینه و سعی کردن که ببینن که از منظر اخلاقی اگر به اون موضوع نگاه بکنیم چه پرسش هایی رو میشه مطرح کرد و چه وظایف اخلاقی مثلا ما در اون زمینه داریم. به عنوان مثال تا قبل از اینکه مثلا ژن کشف بشه در زیست شناسی و ما علم ژنتیک داشته باشیم، خب زیرشاخه‌ای هم به نام ژنتیکس، اخلاق ژنتیک ما نداشتیم. اما بعد از اینکه این کشف اتفاق افتاد و اون تکنولوژی لازم برای اصلاح ژن و تصرف در ژن پیشرفت پیدا کرد، یه سری مسائل اخلاقی پیدا شد، مثل اینکه مثلا آیا ما حق داریم کلونینگ بکنیم، شبیه سازی بکنیم یا نه، آیا مثلا این گیاهان و محصولات در واقع گیاه فراریخته اینا از نظر اخلاقی تولیدش و استفادهش و فروشش، خریدش، اینا از نظر اخلاقی چه داوری اخلاقی ما میتونیم بهش نسبت بهش داشته باشیم، اخلاق به ما اجازه میده چنین کاری بکنیم یا نه، چون اینها در واقع یه پیامدهایی ممکنه داشته باشه که اون پیامدها از نظر اخلاقی اهمیت داره، ممکنه روی مثلا طول عمر انسان‌ها، روی سلامت انسان‌ها، روی پیدایش مثلا بیماری‌های مثل سرطان و بیماری‌های دیگه ممکنه تأثیر بگذاره و روی خوشبختی و بدبختی انسان‌ها تأثیر بگذاره، و اینا خب طبیعتاً مسائل اخلاقی جدیدیه که فیلسوفان اخلاق در واقع بهش میپردازن. یا قبل از پیدایش در واقع نانو تکنولوژی، خب طبیعتاً پرسش اخلاقی هم در زمینه این تکنولوژی مطرح نبود، اما وقتی که این تکنولوژی پیدا شد و گسترش پیدا کرد، یه سری مسائل اخلاقی در این زمینه مطرح شد که الان یه زیرشاخه‌ای داریم که به این مسائل میپردازه. و به هر حال این زیرشاخه، این در واقع شاخه از فلسفه اخلاق یعنی اخلاق کاربردی، یه چیزیه که روز به روز قدم روش گسترش پیدا میکنه و روز به روز با توی زندگی روزمره به خاطر همون پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی که اتفاق میفته ما با مسائل جدید مواجه میشیم که بعضی از اون مسائل و پرسش‌ها و معضلات، مسائل و پرسش‌ها و معضلات اخلاقیه و برای حل اونها ما باید بریم سراغ فلسفه اخلاق و فیلسوفان اخلاق و ببینیم که اخلاق در اون زمینه چه داوری داره. بسیار خوب آقای دکتر فنایی، خیلی استفاده کردیم از محضر شما، امیدوارم امکانش باشه که با در جلسات دیگری در مورد موضوعاتی صحبت بکنیم که از موضوع این دفعه خیلی در واقع پیشرفته تر باشه. من خیلی دوست داشتم که گفتگوی اینستاگرامی ما با در خدمت شما به بیان آرا و نظریات خود حضرت عالی سپری بشه، ولی خب در حال چون عنوان بحث از قبل معین شده بود این امکان نبود. از شما و
دانشگاه مفید سپاسگزارم برای برگزاری این لایو اینستاگرامی و امیدوارم که دوستانی هم که در این جلسه بودن راضی باشن. سوالاتی البته باقی موند که انشالله در جلسات دیگری که برگزار خواهد شد حتما خدمتتون ارائه خواهم کرد و شما هم در فرصت‌های دیگه بهش پاسخ بدید. متشکرم از شما. خیلی متشکرم. منم از شما و دوستان و دست‌اندرکارانی که در پشت صحنه فعالیت میکردن سپاسگزاری میکنم، همچنین از بینندگان عزیز به خاطر حسن استماعشون و صبر و حوصله و اینکه با اشتیاق این بحث رو دنبال کردن تشکر میکنم و عذرخواهی میکنم اگر فرصت کافی نبود برای اینکه ما به پرسش های اون دوستان و کامنت هاشون بپردازیم. میشه در فرصت های آینده حتما یه وقت بیشتری رو برای پرداختن به پرسش ها و کامنت ها در نظر میگیریم. متشکرم. قربان شما. خدا نگهدارتون باشه.